شما فیلم‌های قبلیتون فیلم موفق خسته نباشید رو داشتید، فیلم کمدی گذر موقت و با فیلم کودک خالق قورباغه. این در واقع میشه دومین کار کمدی شما که به عنوان کارگردان هستید و دومین تجربه مشترک با خانم طاهر بود. در این خصوص یه صحبتی لطفاً بفرمایید. یک فیلم میانه وجود داره، اون وسط یک فیلم یک ساعت هست که هنوز اجرا نشده، منتظر اجراش در هنر تجربه به نام صدای آهسته. هم گذر موقت هم این فیلم بیش از این که من همیشه میگم بیش از این که کمدی به معنای رایجش باشه، بیشتر مفرح و راجع به این فیلم بیشتر خانواده، یک فیلم خانوادگیه که بله توی اون فرح شادی هم جای داره. راجع به همکاری دوم با خانم طاهرپور هم ما یک همکاری موفق داشتیم که ایشون لطف کرده بودن، دعوت کرده بودن برای ساخت فیلم خالق قورباغه، اون به دوستی انجامید که منجر به این همکاری دوم شد. به عنوان سوال دوم، تو اخبار اومده که این فیلم برگرفته از یکی از نویسای کمدی نویس معروف آمریکایی آقای نیل سایمونه. خواستم ببینم چه جوری حالا فیلمای آمریکایی رو شما ایرانیزه کردید و شوخی های آمریکایی رو به شوخی های ایرانی تبدیل کردید. برای همه فرهنگ ها عناصر مشترک وجود داره و من فکر میکنم که در بخش مردمی ما عناصر مشترک زیادی با مثلا کشور آمریکای جنوبی مثل مکزیک، با خود آمریکا عناصر فرهنگی مشترک داریم. گمونم مثلا اون شاید یک جنسی از آنچه که شنیده، آنچه سردی که در شکل اروپایی وجود داره، خب ما خیلی شبیه اونا نیستیم، ولی در مثلا گرمایی که برزیلیا دارن، مکزیکیا دارن، خود آمریکایی ها دارن، شاید به دلیل اینکه از مهاجرین تشکیل شده بخش عمده‌اش در سالهای خیلی دورتر، ما این تشابهات فرهنگی رو داریم. این کمک میکنه که وقتی که یک اثری رو در مثلا یک فیلم آمریکایی میبینیم یا یک مثلا کاری از آمریکای جنوبی میبینیم، بتونیم تخیل کنیم که اون در ایران هم شدنیه، مخصوصا وقتی وارد مسائل خانوادگی میشه. بی‌شباهت با نگاه ما به خانواده نیست و این کمک میکنه که بشه اثری آمریکایی رو تبدیل به یک حس ایرانی کرد که خیلی هم خوب توی فرهنگ ما جاییه. خیلی جوونیش که با ما زندگی میکرد، ما از اینا درست میشه روزاش دیگه تو بالا سرش شما یک بازیگر تئاتری هستید و در واقع آخرین کاری هم که کارگردانی کردید اگه اشتباه نکنم برمیگرده به سال گذشته، شیرهای خان بابا سلطنه بود که کار موفقی بود. درسته، اونم بود. میخواستم سوالم اینجوری باشه ازتون که به عنوان یک بازیگر و کارگردان تئاتری، بازیگران و کارگردان تئاتری که وارد سینما میشن رو موفق میدونید و کلا کارنامه‌شون چجوری ارزیابی میکنید؟ خیلی به نظرم چیز نداره، یعنی فرمول نداره که حتما اگر این خوب باشه اون بد میشه یا خوب میشه یا بالعکس. بنابراین سوال پاسخی نداره. خیلی ممنون و متشکرم از شما که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و همراهان همیشگی سینما تیکت. از شما ممنونم. خداحافظ. بازی کردم. آفرین.